نهم بهمن ماه سالوز درگذشت ویولون نواز بزرگ موسیقی ایران جناب اسدالله ملک است من آیه اسدالله ملک رو که به حق استاد نوازنده و استاد در آهنگسازی موسیقی ایرانی بودند دو مرتبه دیدم یک مرتبه برمیگرده به حدود سالهای 1173 که رفتم و خیلی هم سرزده رفتم یعنی تماسی چیزی هم نداشتم به محل آموزشگاهشون که در حقیقت آموزشگاه آیا حسین ملک بود آقای اسدالله ملک اونجا هم درس میدادن در خیابون انقلاب ابتدای خیابون سعدی یعنی تو خود خیابون انقلاب روبروی خیابون سعدی و اونجا ایشون رو زیارتشون کردم و مقداری هم توی همون حال جوانی و اینها آواز براشون خوندن و خب ایشون در حقیقت خیلی توصیه کردن که در آوازخونی یک خوانندگانی رو مثل محمودی خانساری مثل ایرج مثل گلپایگانی استادان بزرگ آواز رو ازشون پیروی بکنیم و سرلوحه کار قرار بدیم خب به این دلیل هم بود که در اون زمان هنرجویان آواز کمتر اقبال داشتن به این سه بزرگ آوازخانی ایرانی و ایشون خیلی توصیه کردن بار دوم مرتبه بود که چند روز قبل از درگذشتشون بنده روی تخت بیمارستان ایران مهر به ایادتشون رفتم که متاسفانه در اغما بودند و در اینجا میخوام یادی بکنم از یکی از شاگردان ایشون که روز و شب در این بیمارستان رسیدگی میکرد به وضعیت بیماری که در کما بود و همه امور آیه ملک رو ایشون انجام میداد اسمش من یادم نیست من خواهش میکنم اگر دوستان نامش رو به خاطر آوردن حتما زیر این ویدیو ذکر بکنند ولی می دیدم که چقدر عاشقانه به این مرد بزرگ رسیدگی می کرد روح استاد الله ملک شاد و اسم از آقای حسین ملک آوردن نوازنده چیره دست سنتور ایشون از استادان به نام واقعا موسیقی ایرانی هستند به نام البته در خواست در کمتر اونهایی که از دور به موسیقی نگاه میکنند ایشون رو میشناسند. ولی من سعادت داشتم که ایشون رو در یک مجلسی که مجلس دراویش خاکسار محسوم علی شاهی بود زیارتشون کردن و در اونجا ساز زدن و سازشون رو هم شنیدن و سازی می زدن که واقعا خاص و ویژه بود با اون مزراب پرانی های خاص و اون نوع مزراب دست گرفتن یک هم شنیدن داشت و هم تماشا داشت واقعا روح هر دو بزرگ شاد و امیدوارم که جوانترهای موسیقی راه این بزرگان رو دنبال بکنن مرسی